الرحمن الرحیم با نام و یاد خدای بزرگ عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت تمامی شما شاگردان نهایت عزیز. خدا کنه که همگی صحتمند باشین. به یک دیگه از جلسات مضمون کیمیای صنف دهم خوش آمدین. در جلسه گذشته ما در مورد تیوری دانشمندا، البته تیوری معاصر اتمی یا میخانیک موجی صحبت کردیم و اونجا گفتیم که دو سوال قبل از اینکه تیوری به اصطلاح میخانیک موجی، میخانیک کوانتومی به اصطلاح مطرح بشه، دو سوال قبل از این مطرح شده بود که یکی که خود به اصطلاح خاصیت نور چگونه یا شکل موجی داره یا همذروی داره، و همچنان در مورد مقدار نور یا مقدار انرژی که از اتم ها ساطع میشه پخش میشه، این نظریات خلاصه سوالات مطرح شده بود و در مورد از این دانشمندا هم تحقیقات را انجام داده بودند. یکی از اون مسائلی که میتونه ما و شما رو به او اصل مسائل مقداری خود الکترون برسانه و اتم، خود نمبرهای کوانتومی چارگانه میباشه. نمبرهای کوانتومی چارگانه میتونه که به اصطلاح وضعیت خود الکترون رو به اطراف هسته اتم، ای که در چی مدار حرکت میکنه، با چی انرژی حرکت میکنه، این مسائل را برای ما و شما یا سطح انرژی رو به چی اندازه برای ما واضح میسازه. یکی از نمبرهای کوانتومی ما روز پیشتر توضیح داده بودیم در جلسه گذشته، نمبر کوانتوم اصلی بود که مهمترین نمبر کوانتوم در بین نمبرهای کوانتومی میباشه، بین نمبرهای کوانتومی چارگانه، و خلاصه ادامه از اون هم ما شما در این جلسه انشالله پیگیر میشیم. نمبر کوانتوم اصلی رو خونده بودیم که نشان دهنده جسامت ابر الکترونی، شعای اتم و انرژی الکترون میباشه که به سمبول یا به حرف N نشان میدن. N میتونه مقادیر 1 الی 7 یا اعداد 1 تا 7 برای خود خود اختیار بکنه که منظور همو مدارهای اصلیه که ما به زبان ساده تر وقتی میگیم مدارهای اصلی یا خود اقشار الکترونی، و یا هم میتونیم بگیم نمبرهای کوانتوم اصلی. امروز ما نمبر کوانتوم فرعی میخوانیم که نمبر کوانتوم فرعی چیه؟ باز در ادامه دو نمبر کوانتوم دیگر هم توضیح میدیم. ببینیم نمبر کوانتوم فرعی نشان دهنده حرکت زاویوی الکترون در یک مدار بیضوی می باشه. برای ما این توضیح میده که خود الکترون ها وقتی که به اطراف هسته اتم در یک مدار سیر میکنن، خود مدارها شکل دایروی دارن، درسته؟ یعنی به شکل عمومی اگر بیایم نگاه کنیم، اما اگر به شکل خاص بیایم بس بکنیم، خود مدارها، مدارهایی که الکترون ها در او قرار دارن، یک مدار تا مدار دیگه متفاوت می باشه که میتونه به شکل بیضوی خود مدارها باشه و خود هسته میتونه در یک محراق از او، اگر به کل مدارها نگاه کنیم، هسته در یک محراقی از خود مدارها موقعیت داره یا قرار داره. خلاصه نمبر کوانتوم فرعی نشان دهنده حرکت زاویوی الکترون در یک مدار بیضوی می باشه، و یا هم میتونیم بگیم نشان دهنده مدارهای فرعی می باشه. خود نمبر کوانتوم فرعی دارای قیمت ال مساوی به 0، یعنی از 0 شروع الی n منفی 1 میتونه ادامه داشته باشه و یا همین قیمتا رو برای خود اختیار بکنه، و تعداد مدارهای فرعی 4 تا، البته میتونه بیشتر از 4 تا هم باشه، ولی ما توضیحاتی که برای تعداد الکترون های اتم ها داریم، یعنی تا نمبر به اصطلاح 118 که داریم، خلاصه میتونه همین 4 نمبر کوانتوم فرعی برای از اونها کفایت بکنه که اینا به نام های یا به سمبول های SPDF یاد میشن، که اگر اضافه تر از او هم داشته باشیم با سمبول های G و H اینا نشان میدن. خب به هر صورت رابطه ای که بین نمبر کوانتوم اصلی و فرعی وجود داره اینه که ما شما L مساوی به N منفی 1 از این رابطه استفاده میکنیم. خب به هر صورت ما به اینجی مثال های هم آوردیم، مثلا مثال گفته شده کوانتوم فرعی N مساوی به 4 را دریافت کنن، و یا کوانتوم های فرعی و اصلی NA مساوی به NA 11 یا سودیم با نمبر اتمی 11 دریافت کنه. قبل از اینکه من برم به حل این سوال، یک چیز دیگر هم میخوایم اینجا یادآور باشم و انشالله باز ادامه میدیم موضوع. ببینید نمبر کوانتوم فرعی یعنی مدارهای فرعی. مدارهای فرعی در اصل اگر به زبان ساده تر بیایم تحلیل بکنیم، مدارهای فرعی مدارهایی هستند که
جزء از مدارهای اصلی اند، یا میتونیم بگیم که به رو مدارهای اصلی اینا موقعیت دارن که هر کدام باز از خود اوربیتال هایی دارن که در داخل از اونا الکترون ها قرار داره. خب بر صورت نمبر های کوانتوم فرعی اینا 4 تا میباشن که ما شما اینجی میتونیم که به اصطلاح خود نمبر های کوانتومی بگیم یا سمبول اینار، سمبول مدار فرعی یا کوانتوم فرعی. بعد داره ما شما تعداد الکترون هایی که میگیرن، تعداد الکترون هایی که در اینا جا میشه یا گنجایش دارن و تعداد اوربیتال های اینا. دیگه قیمت و همچنان شکل اینا. سمبول مدارهای فرعی هم اون قسمی که در سلاید شما دیدین شاگردای عزیز، مدارهای فرعی به سمبولهای S, P, D و F نشان میدن که تعداد الکترون های S که هست 2 الکترون میتونه بگیره، حد اعظمی گنجایش الکترون هایی که داره حد اعظمی میتونه 2 تا باشه، و P که هست 6 تایه. یاد شما باشه که از یکی اولی، یعنی از مدار اولی S، مدار فرعی S به P و P به D و F، خلاصه هر کدام 4 عدد از در الکترون ها از اینا افزایش می آید. یعنی 4 به ای اضاف کنیم 4 و 2 میشه 6، 4 به ای اضاف کنیم میشه 10، و 4 به ای 10 اضافه کنیم میشه 14. یعنی 4 الکترون، تعداد الکترون ها بالا میره، افزایش پیدا میکنه. در S 2 الکترون، P 6 تا، D 10 تا و F 14 تا الکترون میگیره. تعداد اوربیتال ها، اوربیتال به معنای لانه یا آشیانه ای که در داخل از او الکترون ها قرار میگیرن که حد اعظمی در هر اوربیتال 2 الکترون جا میگیره. پس اگر ما این رقم تحلیل بکنیم، هر تعداد الکترونی که داشته باشیم نصف تعداد از اونها میتونه اوربیتال ها باشه. پس بنابراین تعداد اوربیتال های از این 1، از این 3 و از دی 5 و از اف هم میشه 7 تا الکترون، 14 تا الکترون داره 7 تا اوربیتال. خب بر صورت قیمت از اینا، قیمت از اینا از رو رابطه ای که ما داریم ال مساوی به ان منفی 1 از رو از این خلاصه پیدا میشه. قیمت خود اس ما 0 میدیم، قیمت پی 1 گفته میشه، قیمت دی 2 و قیمت اف هم که هست 3 میباشه. از لحاظ قیمت اگر گفته میشه قیمت هر کدام از این مدارهای فرعی این منفی 1 از اونو یا قیمت از اونو چیه یا چقدر میباشه، قیمت خودمو به اصطلاح میتونیم بگیم که قیمت خود مدار فرعی از لحاظ رابطه ریاضی که اگه ما شما خواسته باشیم اور قیمت بدیم، ال مساوی میشه به این منفی 1 اینا، قیمت اینا 0. خلاصه شکل از اینا، شکل اس میتونه کروی باشه، کروی شکل. پی که هست شکل دنبل ماننده، دنبل ماننده. شکل دی گل داره، شکل گل صد برگه، و خود اف هم میتونه شکل گل صد برگ یا گل مرسل برای از اون میگن، یا شکل پیچیده خلاصه داره، پیچیده یا همون شکل مغلق میتونه دیشته باشه. اگه بیایم رسم برای هر کدام از اینا اشکال نا ما شما ترسیم بکنیم، این شکل کروی داره، شکل دایروی من رسم کردم کروی. شکل کروی میتونه داشته باشه و خود دنبل مانند به این رقم یک شکل میگن، دنبل مانند یک رأس از او خردتر و رأس دیگه از او کلانتره. شکل گل صد برگ به این حالت میتونه باشه، شکل اوربیتال های از اینا. و شکل پیچیده، شکل افر هم داریم تقریبا مثل شکل گل می باشه و یا شکل تقریبا میتونیم بگیم پیچیده تر از این میتونه اوربیتال های از این وجود داشته باشه. پس اگر مدارهای فرعی یا نمبر کوانتوم فرعی که ما در اینجی توضیح دادیم، یک بار دیگه مشخصات از این بگیم، مدارهای فرعی یا نمبر کوانتوم های فرعی S, P, D, F ای 4 تا می باشن. تعداد الکترون ها در S 2 تایه، در P 6 تا، D 10 تا و F 14 تا. در S تعداد اوربیتال ها 1 تا، در P 100 تا، در D 5 تا، در F هم 7 تا. یاد شما باشه تعداد الکترون هایی که میگیرن جفته، اما تعداد اوربیتال ها به شکل تاق میباشه. از لحاظ قیمت، قیمتی که برای S P D F گفته میشه، قیمت S 0
قیمت پی یک، قیمت دی دو و قیمت اف هم میتونه سه باشه. اشکال از اونا هم اس شکل کروی داره، پی شکل دنبل مانند، دی شکل گل صد برگ و همچنان اف شکل پیچیده داره. که اشکال رو هم برای از اونا ما شما ترسیم کردیم. حالا میریم اون مثال هایی که اینجا گفته شده، مثال ها رو کار میکنه. ببینیم مثال اول گفته شده کوانتوم های فرعی این مساوی به 4 رو دریافت بکنه. خب نمبر کوانتوم اصلی برای ما اینجا گفته شده، نمبر کوانتوم اصلی این مساوی به 4. حالا ما الر باید دریافت کنیم که چند میشه. بر اساس رابطه‌ای که اینجا وجود داشت قیمت ال مساوی میشه به n منفی 1. بر اساس این فرمول ما میتونیم که نمبر کوانتوم فرعی قیمتو از اون ما دریافت کنیم. ال مساوی میشه به جای n قیمت از اون 4 نوشته میکنیم منفی 1، پس علم سعی میشه 4 منفی 1 میشه 3. همون قسمی که پیشتر گفتیم ما شما قیمت هایی که برای مدارها یا نمبرهای کوانتوم فرعی داده میشه از 0 تا n منفی 1. یعنی قیمت ها چی میشن؟ 0، 1، 2 و 3. یعنی اینا رو میتونه که در ترکیب خود داشته باشه. که ما شما 0 رو میگیم یعنی مطابقت با S داره، 1 مطابقت با P، 2 به D مطابقت داره و 3 هم به F. یعنی به این معنی که در همی مدار یا کوانتوم اصلی چهارم، در مدار چهارم مدارها یا سویه های فرعی که وجود داره عبارت از S، P، D، F می باشه. یعنی هر 4 تا سویه ها یا مدارهای فرعی در ترکیب خود داره. یعنی نظر به مجموع الکترون هایی که در اون مدار جا میشه، ما میتونیم بگیم که مدارهای فرعی هم مطابق به همو در او مدار میتونه وجود داشته باشه. اگر جمع کنیم تعداد الکترون ها از این 2 تا، 2 و 6 8 تا، 8 و 10 18 تا، 18 و 14 میشه 32 تا. در مدار چهارم 32 الکترون وجود داره، پس مجموعه مدارهای فرعی با الکترون ها خود جمعا هم 32 الکترون رو میتونن که تکمیل کنن. پس مدار چهارم رو به این شکل ما شما توضیح میدیم. و همچنان سوال دیگه اینجی داره ما شما، مثال دوم نمبر کوانتوم یا کوانتوم های فرعی و اصلی ان 11 دریافت بکنیم. او رو چی رقم دریافت میکنیم ما شما؟ ببینیم عنصر ان ا در اینجا گفته شده ان 11. ان 11 حال ما نمبر کوانتوم اصلی رو هم نداریم، فرعی رو هم نداریم. یاد شما باشه که اساسی ترین نمبر کوانتوم در بین نمبرهای کوانتومی چهارگانه نمبر کوانتوم اصلیه. چون قیمت نمبر کوانتوم اصلی رو وقت ما داشته باشیم میتونیم دیگه نمبرهای کوانتومی رو هم از رو از او دریافت بکنیم. خب نمبر کوانتوم اصلی و فرعی از این چی رقم دریافت میکنیم؟ اول ساختمان الکترونی از این عنصر ما شما رسم میکنیم که 11 الکترون چی رقم باید در مدارها توزیع کنیم. برای از این سه مدار تشکیل میشه. مدار اول 2 الکترون، دومی 8 تا و سومی هم 1. وقتی اینجا سه مدار وجود داره، حالا ما مهم نیه برای ما که در مدار آخری چند تا الکترون وجود داره. در کل بالاخره سه مدار تشکیل شده. حالا کم یا زیادی ما از لحاظ الکترون کار نداریم، چون برای دریافت نمبر کوانتوم فرعی ما ضرورت به اینه داریم که مدار آخر چند تا الکترون باید داشته باشه، این مهم نیه. پس بنابراین ما میگیم نمبر کوانتوم اصلی یعنی همون مدارهای اصلی. از این مدارهای اصلی از این میبینیم 100 تا شد، پس این مساوی میشه به 3. این کوانتوم اصلی شد. کوانتوم اصلی از این ما شما به این شکل دریافت کردیم. حالا میریم به کوانتوم فرعی. نمبر کوانتوم فرعی از این چیگونه میشه؟ نمبر کوانتوم فرعی ال مساوی میشه به n منفی 1. از این رابطه ما شما استفاده میکنیم، پیشتر سوال کار کردیم. علم سعی میشه به جای این قیمتی و 3 نوشته میکنه منفی 1. 3 منفی 1 میشه 2. پس قیمت ال مساوی میشه به 2. حال 2 با چی مطابقت داره؟ یعنی قیمت های قبل و بعد خود قبل و تا به دور بالاخره شامل میشه. یعنی میتونیم بگیم که قیمت های 0، 1 و همچنان 2. یعنی مطابقت با S، P و D میتونه داشته باشه. یعنی این سه مدار سه سویه فرعی میتونه در سویه اصلی سوم اینجی جا بگیره یا قرار بگیره. خب این بود مثالی که از نمبر کوانتوم فرعی ما شما به دو مدل یا دو شکل کار کردیم.
خب میریم به مثال بعدی. و گاهی وقتا یاد شما باشه که از رو نمبرهای کوانتوم فرعی هم میشه به نوعی ما شما به اصلی برسیم. گاهی وقتا مثال به این شکل گفته میشه، برای ما شما گفته میشه که نمبر کوانتوم فرعی هست از 3P یا مثلا 4D و هر شکل. خلاصه میتونه سوال وجود داشته باشه اگر گفته میشه که نمبر کوانتوم فرعی وقتی هست 4D، شما نمبر کوانتوم اصلی از این دریافت کنیم که چی میشه، اصلی و خلاصه فرعی از این. نمبر کوانتوم اصلی و فرعی از این دریافت کنیم. همیشه یاد شما باشه ضریب یک مدار فرعی یا سویه فرعی میتونه نمبر کوانتوم اصلی باشه. پس راحت ما شما میگیم این مساوی میشه به 4، این مساوی به 4 شد، نمبر کوانتوم اصلی از این. و فرعی هم میبینیم که دیه، وقتی دی باشه دی یعنی ال دی مساوی میشه به 2، قیمت ال از این هم به 2 مطابقت داره. البته از لحاظ قیمت، قیمتای SPDF باید ما شما حفظ باشیم که بتونیم هر جای اگر مو مدار فرعی برای ما شما آورده میشه، ما از رو بتونیم که امو قیمت از رو نوشته کنیم و بالاخره میتونیم که بگیم که این مطابقت به کدام عدد یا کدام به اصطلاح عدد کوانتوم فرعی میتونه که مطابقت داشته باشه. از رو عدد میتونیم که سویه فرعی پیدا کنیم، از رو سویه فرعی خود عددی که مربوط به یا قیمتی که مربوط به سویه فرعی میشه دریافت میکنیم. عنوان بعدی داره ما شما نمبر کوانتوم مغناطیسی. نمبر کوانتوم مغناطیسی چیه یا چی نشان میده برای ما شما؟ میگیم نشان دهنده باز هم حرکت زاویوی الکترونه که ایجاد ساحه مغناطیسی میکنه. ببینید زمانی که دو چارچ مختلف و نو داشته باشیم، یک چارچ مثبت باشه و چارچ دیگه چارچ منفی باشه، عیناً دو قطب مغناطیس، وقتی که مغناطیس یک قطب یا قطب منفی رو اینجوری که ما مثال میزنیم به دور قطب مثبت در حال چرخش میباشه، یعنی الکترون ها به دور هسته که دارای چارچ مثبت میچرخه یا حرکت میکنه، اینجا یک با چرخش سری خود خو میتونه یک ساحه مغناطیسی در داخل حلقه ایجاد بکنه که ما میگیم نمبر کوانتوم مغناطیسی نشان دهنده همچون حالت میتونه باشه که ای بیشتر به اوربیتال ها نسبت میدن، یا میگیم نشان دهنده تعداد اوربیتال های سویه های فرعی میباشه. نمبر کوانتوم مغناطیسی دارای قیمت های منفی ال تا مثبت ال میتونه باشه و فرمول از این ام ال مساوی میشه به 2 ال مثبت 1. این فرمول اون و بالاخره میتونیم بگیم که در هر سویه فرعی چه تعداد اوربیتال ای برای ما نشان میده. مثال از این نمبر کوانتوم مغناطیسی کوانتوم فرعی 5F 4P 3D و 2S دریافت کنیم. خب نمبر کوانتوم مغناطیسی نشان دهنده اوربیتال های هر سویه فرعیه. یاد شما باشه کوانتوم نمبر کوانتوم اصلی نشان دهنده تعداد مدارها یا مدارهای اصلی بود، فرعی ها یا نمبر کوانتوم فرعی نشان دهنده مدارهای فرعی بود. حال مدارهای فرعی از خود خود اوربیتال دارند که ما در نمبر کوانتوم مغناطیسی تعداد اوربیتال های هر کدام رو میتونیم که نمایش بدیم. خب به هر صورت ما بیشتر گفتم که S, P, D و F اینها چی تعداد اوربیتال دارن؟ S یک اوربیتال داره، P 7 تا اوربیتال داره، D 5 تا و F هم که هست 7 تا اوربیتال داره. این تعداد اوربیتال ها شد، یعنی نمبرهای کوانتوم مغناطیسی از اینا دارای همین قیمت ها میتونه برای خود خوب باشه. حالا مسئله که به این قسمت گفته شده برای 2S 3D 4P و همچنان 5F برای ما گفته شده که شما نمبر کوانتوم مغناطیسی از این پیدا کنیم. اگر ما اصلی و فرعی و خلاصه مغناطیسی فرعی ها که مشخص شده هست، اما ما میخواییم که نمبر کوانتوم مغناطیسی پیدا کنیم، چی رقم پیدا میکنیم؟ اما رقمی که گفتیم خود S قیمت L S مساوی میشه به 0، قیمت L به اصطلاح D مساوی میشه به 2 و قیمت LP مساوی میشه به 1، قیمت LF هم مساوی میشه به 3. حالا ما خواسته باشیم نمبر کوانتوم مغناطیسی از این پیدا کنیم، از رابطه ML استفاده میکنیم. ML
مساوی به چی میشه؟ ال که نمبر کوانتوم فرعی بود، اینجا ما شما قیمت ها رو گذاشتیم، ام ال از اینا چی رقم میشه؟ خب ام ال برای یکی اولی اگه ما پیدا کنیم رابطه فرمول از این فرمول ام ال ای بالا نوشته میکنم، ام ال مساوی میشه به 2L مثبت 1. خب به جای ال قیمت نوشته میکنیم 0 مثبت 1، پس ام ال از این مساوی میشه به 1. ام ال از این مساوی به 1 میشه، یعنی دارای یک اوربیتال میباشه. یک اوربیتال برای ما شما نشان میده. بحث بعدی خود ال بعدی میباشه. ال بعدی چی رقم دریافت میشه؟ ام ال مساوی میشه به 2 ضرب 2 جمع 1. ام ال مساوی میشه به 5، یعنی تعداد اوربیتال های از این میشه 5. و بعدی را اگه ما شما دریافت کنیم، ام ال مساوی میشه به 2 به جای ال 1 نوشته میکنیم مثبت 1، ام ال مساوی میشه به 2 1 به 2 و 1 میشه 3. خب ای از اس پیدا کردیم، ام ال مساوی به 1 شد، یعنی 1 اوربیتال. برای دی پیدا کردیم 5 شد، و برای پی پیدا کردیم 3 شد. برای اف پیدا میکنیم، ام ال از این مساوی میشه به 2 ال مثبت 1، 2 ضرب 3 مثبت 1. خب ام ال مساوی میشه به 2 3 و 6، 6 و 1 میشه 7. این هم تعداد اوربیتال ها یا کوانتوم مغناطیسی از این 7 میشه. خب پس بنان برای اس ما شما پیدا کردیم ام ال مساوی به 1 شد، یعنی دارای 1 اوربیتاله. برای دی پیدا کردیم ام ال مساوی به 5 شد، یعنی 5 تا اوربیتال اینجا هم پیدا کرده بودیم قبلا. و ام ال که برای یا نمبر کوانتوم مغناطیسی که برای پی پیدا کردیم 3 شد، و ام ال خود اف هم مساوی شد به 7. یعنی یا میتونه دارای تعداد اوربیتال ها باشه اینا. و از لحاظ قیمت پیشتر ما در سلاید گفتیم که میتونه قیمت های منفی ال 0 تا مثبت ال اینا برای خود دارا باشه یا بگیره اختیار بکنه. خب این قسمت رو هم نشان میدیم، نمایش میدیم که چگونه قیمت های از اینا. قیمت های خود نمبر های کوانتوم مغناطیسی از رو ال از اونو مشخص میشه. ال میتونه که به اصطلاح دارای این فرمول باشه، یعنی قیمت های از اینا میتونه از منفی ال 0 تا خلاصه مثبت ال این قیمت ها رو برای خود اینا میتونن که اختیار بکنن. حالا ما قیمتی که برای ازی داریم میتونه به اصطلاح تنها 0 باشه، قیمت 0، چون مثبت و منفی در 0 وجود نداره، پس بنان قیمتی و 0ه. و بعدی که ما شما در این قسمت داریم این قیمت از این 2ه، یعنی از منفی 2 قیمت میگیره، منفی 1، 0، مثبت 1 و مثبت 2. این قیمت ها رو برای خود اختیار میکنه. و برای 4P که هست، 4P پی میتونه که قیمت های ال مساوی چون به 1 شده میتونه که منفی 1، 0 و مثبت 1 رو برای خود قیمت بگیره. و همچنان برای F که اینجا ما مشخص کردیم، F میتونه 3 قیمت داشته باشه، منفی 3، 7 قیمت، معذرت، یعنی عدد 3 و 7 تا قیمت داره، منفی 3، منفی 2، منفی 1، 0، مثبت 1، مثبت 2 و مثبت 3. این قیمت ها رو برای خود میتونه که اختیار بکنه. پس بنابراین میتونیم بگیم که سویه های فرعی یا نمبر کوانتوم های فرعی میتونن که دارای اوربیتال هایی باشن که این اوربیتال ها از لحاظ قیمت اس میتونه که قیمتی 0 باشه، خود پی میتونه قیمتی منفی 1، 0، مثبت 1 و قیمت دی منفی 2، منفی 1، 0، مثبت 1، مثبت 2 باشه. و همچنان 4F یا خود F قیمتی از منفی 3 تا مثبت 3، 7 قیمت برای خود میتونه اختیار بکنه. به هر صورت این بود نمبر کوانتوم مغناطیسی که ما شما خوندیم. یک جنبندی اگر داشته باشیم، نمبر کوانتوم اصلی و فرعی مغناطیسی چی بود؟ یک خلاصه باز هم دوباره توضیح میدم به شما. نمبر کوانتوم اصلی یعنی مدارهای اصلی، نمبر کوانتوم فرعی یعنی مدارهای فرعی، و نمبر کوانتوم مغناطیسی
منظور تعداد اوربیتال های سویه های فرعی، یعنی به این معنا که الکترون ها به شکل معلق به اطراف هسته اتم در مدارها قرار ندارند، یک پوشی دارند که به نام سویه های فرعی یاد میشه. این سویه های فرعی میتونه دارای تعداد مختلفی از اوربیتال ها باشه. اوربیتال ها جایی که الکترون در او قرار داره و اوربیتال ها که جزء سویه های فرعی میشن به رو مدارهای اصلی موقعیت داره و چرخش میکنن یا حرکت میکنن. خب شاگردای عزیز، این بود درس این جلسه. ما شما در جلسه بعدی ان شاء الله روی نمبر کوانتوم مغناطیسی و نمبر کوانتوم اسپین و همچنان خود اوربیتال ها مباحث رو میخونیم. تا جلسه بعدی که در خدمت شما عزیزا قرار میگیرم، شما رو به خداوند پاک و یگانه میسپارم. شاد و موفق باشید.